درود به شما همراهان در این ویدیو ابتدا گزارشی داریم از افشاگری اخلاقی حمید رسایی نماینده طیف تندروی اصولگرایان در مجلس که علیه سردار آبرومند فرد نزدیک به قالیباف مطرح کرده است رسایی با انتشار اطلاعاتی درباره روابط خصوصی سردار آبرومند با زنی جوان به عنوان مشوقه او از وی سوالاتی درباره هزینه های نجومی زندگی لاچری این زن پرسید در ادامه خبری درباره مسئولیت قضایی علی انصاری بزرگترین مفسد بانکی کشور و در پایان گزارشی از جلسه شهرخانی پرهاشی بیت رحبری و پروژه سیاه اشغال ایران حمید رسایی نماینده تندروی طیف اصولگرایان برای تصاحب صندلی ریاست مجلس به نفع جریان فکری نزدیک به خود پرده از اسرار فساد اخلاقی سردار جمال و دین آبرومند یار گرما و گلستان و همدست دسیسه های محمد باقر قالیباف برداشت تا به وجهه رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی ضربه بزند و شرایط را برای تصاحب کرسی ریاست مجلس مهیا کند همزمان شاگردان آیت الله مصباح یزدی که طرفدار حمید رسایی در انتخابات مجلس بودند شکایت ای را که سید حمیده دلخوش دختر نماینده ادوار مجلس از جمال الدین آبرومند تنظیم و تسلیم دادگاه کرده بود را برای ساعاتی در شبکه اجتماعی منتشر کردند اما خیلی زود آن شکایت از صفحه حامیان حمید رسایی حذف شد در پی این جنگ قدرت حمید رسایی فاش کرده که سید حمیده دلخوش دختر طلاق گرفته سید کازم دلخوش که از سوی پدر مسئول انجام امور اداری مجلس برای کارهای جاری این نماینده بوده با سردار جمال دین آبرومند ارتباطات پنهانی برقرار کرده تا جایی که آخر هفته های خود را با این سردار نزدیک به محمد باقر قالیباف در خانه های تیمی گروه قالیباف می گذارنده. اما پس از آنکه آبرومند به قول و وعدههای خود به این زن عمل نکرده حالا حمیده دلخوش که به خواسته های خود نرسیده برای آبرومند در دادگاه شکایتی تنظیم نموده است این بار پرده برداری جدید حمید رسایی از سوگلی سردار جمال الدین آبرومند معاون قالیباف در آستانه برپایی جنجالی بزرگ بین مهره قدرت در جمهوری اسلامی است حمید رسایی در واکنش به افشاگری سردار آبرومند از زن سیقیش گفته ما واگذار می کنیم اما بد نیست آقایان علیه السلام به افکار عمومی پاسخ دهند که بلیت سفرهای خارجی و اسباب راحتی این بانوی شگفتانگیز را چه کسی برایشان فراهم نموده است. هر کس بتواند حدس بزند مدرک وکالت این سرکار الیه با وساطت چه کسی تایید و به ایشان تقدیم شده نیز جایزه ویژه دارد. از طرفی زن جوانی که در این افشاگری از او به عنوان همسر سیغهی سردار آبرومند نام برده شده، پستی منتشر کرد و با خطاب دادن پیمان بهبودی مدیر رسانه مجازی رادیوی گیلان که این افشاگری را مطرح کرده او را به افترا متهم و تهدید کرد که از طریق مراجع قانونی شکایت خواهد کرد. همچنین تلویحا حمید رسایی را به پیگیری قانونی تهدید کرد. پس از این افشاگری که شبیه به خودزنی مهرهای مهم حکومتی است به نظر می رسد محمد باقر غالیباف و معاونش سردار آبرومند به دنبال فرصت و آتو گرفتن از حمید رسایی هستند. اما طرح هرگونه افشاگری فساد مالی و اخلاقی مسئولین و مقامات نظام علیه یکدیگر موجب زیر سار رفتن کل نظام جمهوری اسلامی است. معلوم است چرا مافیای جمهوری اسلامی ریسک درگیری و در نتیجه تضعیف پایه های حکومت را بالا برده است. به گفته ی تحلیلگران سیاسی مسائل ایران این موج جدید افشاگری به دنبال اجرا کردن طرح امنیتی پسا و حذف نماینده بیت رهبری از لایه های قدرت است. علی انصاری مفسد اقتصادی بدون پیگرد قانونی اسنادی منتشر شده مبنی بر اینکه علی انصاری متهم پرونده شماره 137 شعبه 1059 تهران بزرگترین و با اهمیتترین ترین پرونده فساد مالی از بدو و تاسیس جمهوری اسلامی تا کنون کماکان بدون هیچ گونه پیگردی با مسئولیت قضایی کامل آزاد است این در حالی است که 51 درصد از کل چاپ پول بانک مرکزی در نیمه نخست سال گذشته صرفاً به بانک آگنده به منظور ماندن آن بعد از دزدی کلان علی انصاری اختصاص داده شده بود لازم به ذکر است که این چاپ بیرویه پول باعث جهش تورم در ایران و گرانی چندین برابری تمامی کالاها و خدمات در کشور شد تا کنون با فشار حامیان علی انصاری تمام جلسات دادگاه وی به صورت محرمانه برگزار شده تا عمق فاجعه و ابعاد اقتصادی بزرگترین دزدی تاریخ ایران از مردم پنهان بماند با این وجود قاضی دادگاه به رغم همه فشارهای وارده توسط حامیان انصاری در تاریخ 11 بهمن 1401 حکم محکومیت او را به عنوان محاربه و مفسد فل ارز به دلیل اخلال در نظم اقتصادی و بانکی و کسب مال نامشروع صادر کرد اما از آن تاریخ تا کنون نه تنها جلوی اجرای این حکم و بازگشت اموال بیت المال گرفته شده بلکه دستهایی در صدد لغو این حکم و تبرعه این عبر مفسد اقتصادی ایران هستند لازم به یادآوری است که علی انصاری از نزدیکان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و شهردار سابق تهران می باشد. چاپلوسی شاعر در برنامه شعرخانی رهبر و پروژه سیاه اشغال ایران اظهارات یک شاعر اهل افغانستان در مراسم شعرخانی سالانه در حضور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با واکنش منفی گسترده ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. در این برنامه شرخانی سه شاعر از افغانستان از جمله نجیب بارور شعر خواندند این فرد قبل از خواندن شعر خود خطاب به آیت الله خامنه ای او را رهبر تمام فارسی زبانان جهان خواند و گفت من از دورترین نقطه ایران آمدم از قله های هندوکش و از پنچیر میخواستم غزل کوتاهی بخوانم اما چیزی را میخوانم که شایسته شرف حضرت عالی باشد و بیانگر دیدگاه تاجیکانه ما پنچیری ها بسم الله الرحمن الرحیم عرض ارادت و احترام داریم خدمت آقا صاحب رهبر معظم ملت بزرگ ایران و رهبر همه فارسی زبانان جهان من از دورترین نقطه ایران آمدم از قله های هندوکش و از پنشیر. میخواستم غزل کوتاه بخوانم اما چیزی را میخوانم که شایسته شرف حضرت عالی باشه و بیانگر دیدگاه تاجیکانه ما ها بنابراین این اظهارات چاپلوسانه ای او واکنش و انتقادات گسترده ای در میان افغانها و کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی و رسانه های مستقل برانگیخت علاوه بر طیف وسیعی از مردم افغانستان بسیاری از مردم ایران هم او را مورد انتقاد قرار دادند بعضی به حمایت جمهوری اسلامی ایران از طالبان اشاره کردند و عده دیگر گفتند خامنه ای رهبر تمام فارسی زبانان جهان محسوب نمی شود. شماری از شاعران و اهالی ادبیات اظهارات و حضور او را در این برنامه شرم آور خواندند. عدهای دیگر هم گفتند که او از این فرصت می بایست برای طرح مشکلات مهاجران و پناهجویان افغان استفاده میکرد فرید احمد روزنامه نگار افغان در حساب ایکس خود نوشت متاسفم برای آقای نجیب بارور حیفان استعداد خوب نویسندگیشان به همان اندازه که پاکستان در خرابی افغانستان متهم است حکومت ایران نیز متهم است کوچکترین تفاوت در سیاست این دو کشور نسبت به ما وجود ندارد. سرزمین ما افغانستان نام دارد و شامل اقوام شریف تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره و غیره است. کاربری به نام عباس جویا در حساب کاربری ایکس خود نوشت آقای نجیب بارور نماینده ای ما نیست که با دست باز کسی را به عنوان رهبر فارسی زبانان جهان معرفی کند. من به عنوان یک عضو جامعه فارسی زبان آقای خامنه ای را رهبر نمیدانم. نمیدانم این همه چرب زبانی و این همه دست و دلبازی آقای بارور به چه معنی است اما بعضی از معدود طرفداران این شاعر چاپلوس با توجیه حضور و حرفهایش در این برنامه گفتند منظور آقای بارور از ایران ایران فرهنگی تاریخی بوده است که پنشیر بخشی از آن است عبدالمعروف آزادمنش در حساب ایکس خود نوشت جناب نجیب بارور شاعر پارسی گوی پنشیری در شعری که در حضور رهبر ایران قرائت کرده است پیوندی میان ارزش‌های دینی و فرهنگی ایجاد کرده و این گفتمان برای آشتی دادن فرهنگ غنی فارسی با دین بسیار مهم است. در برنامه شعرخانی که هر ساله در حضور خامنه ای اجرا می شود، ای از شاعران فارسی زبان افغانستان نیز شرکت می کنند. امسال نجیب بارور، کازم کازمی و حکیم بینش در این مراسم شعر خواندند و از دست رهبر جمهوری اسلامی انعام قابل توجهی دریافت کردند. اما متاسفانه این تمام ماجرا نیست. خاتم بخشی مقامات و مسئولین حکومت ایران برای جذب میلیون‌ها افغانی در ایران و دادن اقامت قانونی و انواع مشاغل دولتی، انتظامی و نظامی حساس به آنها بخشی از پروژه ننگین جمهوری اسلامی برای اشغال تدریجی ایران توسط اتباع افغانستان و تغییر بافت جامعه ایران است. در ویدئوهای آینده به این موضوع بسیار مهم که تفاوتی با اشغال شدن یک کشور در جنگ ندارد، خواهیم پرداخت. اگرچه ما مردم ایران نه تنها خصومتی با برادران و خواهران فارسی زبان و غیر فارسی زبان افغان نداریم بلکه نسبت به مسائل و مشکلات آنها احساس همدردی می کنیم اما حضور پررنگ و غیرعادی اتباع هیچ کشوری را در ایران نخواهیم پذیرفت خواه اتباع افغانستان باشند یا سوئیس و آمریکا چرا که مهاجرپذیری در هر کشوری باید بر اساس سیاست های اصولی و صحیح اجرا شود نه با نقشه نابودی کشور میزبان بنابراین به زودی در همین کانال گزارش مفصلی از این پروژه سیاه منتشر خواهیم کرد سپاس که تا پایان همراه بودید لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید